باشندگان ولایت نیمروز از قیمت بلند ویزه ایران برای این ولایت شکایت دارند. آنان میگویند نرخ ویزه ایران برای ولایات همجوار نیمروز مانند فرا، هرات و قندهار پایین است، اما برای باشندگان نیمروز در مقایسه با ولایات همجوار 3 برابر افزایش دارد. به گفته آنان با وجود اینکه نیمروز نزدیکترین سرحد را با کشور ایران دارد، اما قیمت ویزه زمینی این کشور برای نیمروزی ها بیشتر از قیمت ویزای هوایی برای ولایات زون غرب است و مردم توان پرداخت این هزینه سنگین را ندارند. مردم نیمروز از حکومت می خواهند تا در تفاهم با کنسولگری ایران در قندهار نرخ ویزا را برای باشندگان نیمروز همسان با ولایات همجوار آن بسازند. ویزه ولایت نیمروز 16000 افغانی است که باعث شرکت ها است که شرکت ها 16000 افغانی ویزا می نند. شرکت از ویزای طرف مزار چند گفته برادر چندیه؟ 9700. از طرف مزار 9700 افغانی است. از نیمروز 16000 افغانی است. از ولایت فرا به 6000 افغانی فکر کنه است. او به ولایت های فرا 6000 افغانی است. از ولایت نیمروز به 16000 افغانی است. تقاضای ما از دولت اینه که پیگیری کنه که اگر از فرا 6000 از نیمروز هم 6000 بشه، اگر از مزار 9000 از نیمروز هم 9000 بشه. بس نیه که نیمروز ولایت زوم جنوب که درآمد کل مردم نیمروز از مرز هم. کل مردم نیمروز با مرز کار مینه. 16000 افغانی پول زیادیه با مردم نیمروز که بخوای ویزو خور بکن. دیگه کاروبار خود شما نداره داخل نیمروز. کل کاروبار شما با مرزه. حداقل باید چیزی که از ولایت فرا یا چیزی که از ولایت مزار یا هرات امو نخرم به ولایت نیمروز تعیین شه. ما در مورد ویزای ایران بسیار مشکلات های فراوان داره. شهروندان ولایت زرنج خیلی شکایت داره و گله داره بابت گرفتن ویزای ایران از قندهار، چون که فرق بین فرا و هرات باید باشه. نیمروز هم یکی از ولایت های افغانستان هست. ویزای نیمروز نسبت به ویزای هرات به 16000 افغانی هست دیگه. بعد ویزای ایران ها او هم فرق نمی کنه، یکیه ای هم یکیه. ولایت افغانستان گفته میشه چرا ویزه هرات و فرا به 6000-6500 افغانی ها، ویزه نیمروز به 16000 افغانی ها. او هم که میگه فوری به 2-3 روز میایه، یک هفته در بر میگیره و اگر میگه غیر فوری بخوایی 12000 افغانی به 2 ماه میایه، 45 روز 50 روز میایه. دلیل ازی باید مسئولین بدونه صحبت کنه در مورد ازی ویزا گرفتن ویزا به شهروندان ولایت نیمروز، چون نیمروز یک ولایت دورافتاده است، پرواز نداره، هم مرز با ایران چیز نداره. باید مسئولین به فکر شهروندان ولایت نیمروز باشه. مسئولان شرکت های سیاحتی در نیمروز می گویند اکثریت مردم نیمروز ویزای سیاحتی زمینی می گیرند که قیمت ویزای معمولی و فوری آن فرق می کند. به گفته آنان قیمت ویزای فوری برای دارندگان پاسپورت نیمروز 16000 افغانی، اما برای ولایات هرات و فرا 6-8000 افغانی است که این قیمت در صورت بسته شدن سایت افزایش می یابد. یکی از دلایل یک میتونه باشه که نرخ هرات یا فرا که هسته به قیمت 7000 یا 8000 هسته از نیمروز 12000 هسته. دلایل از این معلوم نیه دقیقا که به چه خاطر هسته. امکان داره کنسولگری فرق کنه و به هرات هسته به قندهار هسته و این نرخ که تعیین میشه از خود قندهار تعیین میشه و این که 12000 هسته بعد از مدت از این باز اردوتا 60 روز هسته و به هرات 7000 یا 8000 هستم. اوی که به هرات 7000 یا 8000 هستم میتونه به مدت 40 روز 45 روز زمانگیر باشه، وقتگیر باشه و در نیمروز میتونه 30 روز 29 روز تا 35 روز وقتگیر باشه. مدت زمان یزی کمتر هستم. و ای که یکی دیگه مشکلاتی که مردم چرا نمیتونه به کنسولگری به خود کنسولگری مراجعه بکنن، میشه یک مثال زد. به ولایت فرا و کابل سایت پاسپورت به صورت آفلاین شد و مردم خیلی مراجعه کردن، شلوغ شد پس آنلاین شد. به می دلیل میتونه که به کنسولگری مردم نگذاره که مراجعه بکنه و یا مردم نمیتونن مراجعه بکنن، امکان داره خیلی شلوغ بشه و بسونه مشکلات دیگه به وجود بیاره.
به می دلیل اونا رو نمیگذارم. و به اینکه میگه به شرکت ها مراجعه بکنه، یک سهولتی از اون میتونه ای باشه که مردم با خانه هستن و مسافرت ندارن و اینجا را که ثبت نام مینه تاریخ مصاحبه از اونا به اونا گفته میشه و تا وقتی که ویزه از اونا بیایه این میتونه آمادگی خود خود بگیرن. از هر لحاظ میتونه آمادگی مالی باشه، از هر لحاظ میتونه آمادگی خودخور گرفته بودنن. و در نیمروز که هسته 80% یا 90% از ویزه که هسته زمینی هسته. به این دلیل هسته که بعضی مردم میبینه تجارت مینن به میجرا و بعضی به شهرستان های جنوبی که هسته سفر مینن. ویزه سفر هوایی که بخواد داشته باشه امکان داره، هدفی از اونا به مشهد باشه، اما این نفر که بخواد به زاهدان بره راهی از بسیار طولانی میشه و از راه زمینی میتونه سریعتر برسه به هدف خود. مسئولین حکومتی در نیمروز ضمن پذیرفتن نرخ بلند ویزا برای باشندگان نیمروز دو دلیل اصلی از جمله معیار و نوعیت ویزا را برای بلند بودن قیمت آن عنوان میکنند. با گفته مسئول ریاست ارتباط خارجه، مشکل بلند بودن نرخ ویزا برای باشندگان نیمروز مشکل جدی است و در این مورد با سرکنسول ایران، وزارت ارتباط خارجه، وزارت هوانوردی صحبت صورت گرفته است تا این مشکل را به زودی در تفاهم با مقامات ایرانی حل نمایند. نیمروز ولایت ویزا نسبت فراه او هرات قیمتی ده یا به اصطلاح لوړ ده. نو خبر خود داسی ده چه پرا ولایت چه ده وزارت خارجی په تشکیل که مربوط ده نیمروز ده. هاگه که خو کم ځای چه نیمروزیان ده کم ځای ویزه را اخری ده پرا خلقم ده هاگه ځای ویزه اخلی، یعنی ده قندهار چخن. او ده هرات ولایت په نسبت چه ده پرا او ده نیمروز ویزه لوره ده ده دوی وجه لری. یوه وجه ده ده چه ده نیمروز ویزه چه ده تقریبا ده هرات تر ویزی 15 ورځې زیادت ستا دا د نیمروز په ویزه کې، یعنی ورځې 15 ورځې زیاتې دي. دویمه وجه دا ده چې ایران هیواد دلته چې په قندهار کې ویزه ورکوي، نو د دغه ویزې درې ویزې دغسې ورکوي، زمینی یوه ویزه هوایی ورکوي. د دې هوایی ټیکټ هم پر، یعنی هغه مصرف یې هم پر دا ویزې باندې راچول کیږي چې دا ویزه لوړه ده. نو وجه اصلی دغه ده. او دویم د خلکو شکایت تاسو داسې بیان کړی دی چې کله خلک ورسي قونسلګرۍ ته، هغه وایي چې د شرکت د لارې تاسو راسي خپل ویزه واخلئ. نو دې رابطه کې موږ ته خو داسې تر اوسه کره شواهد نه دي پیدا شوي چې یا د ریاست یو څوک شکایت وکړي او یا دې د خلکو په اصطلاح د نیمروزیانو په تاوان یې. خو بیا هم کچیر موږ ته اسناد په لاس راسي او نیمروزیان ټول په دې باندې خوښ شي چې موږ د شرکت د لارې څخه نه بلکې راسن د قونسلګرۍ څخه خپل ویزه ترلاسه کول غواړو، هغه به انشاءالله موږ د قونسلګرۍ سره بیا خبره وکړو. البته اوس چې دا خبره ده په خپله د قونسلګرۍ چې شرکت ته ورکوي د خلکو د هوساینې دپاره، نیمروزۍ د دې ځای ضرورت نشته چې ولاړ شي قندهار ته. په خپله دلې په نیمروز کې شرکت ته د شرکت د لارې اخیستل کیږي او د شرکتو والا سره موږ بار بار مجالس کړي دي، خپل علم پر دې باندې هم راویستلی چې شرکتونه به د خلکو سره ظلم نه کوي او نه به هم شرکتونه په ویزه کې زیادت راولي. درېیمه خبره چې ویزه ژر نه ورکول کیږي. زما په فکر باندې نیمروزیانو هم ډیر بار تر ډیرو مسؤلینو پرې دا خبره رسولې ده چې که د ایران یو نمایندګي یا د قونسلګرۍ یو بخش یا یو امریت یا یو مدیریت دلته نیمروز ولایت ته راسي، انشاءالله دا مشکلات به ټول حل سي. خو موږ مخکې هم کوشش کړی دی د خپل ولس په تایید باندې او د هغو د هوساینې دپاره د دې پیسته هم انشاءالله کوشش کوو چې د ایران د وزارت خارجي یو بخش په خپله قائم په نیمروز کې سي، باب انشاءالله ټول مشکلات حل سي. او بله خبره دا چې د ایران د قونسلګرۍ سره خبره سوې ده په دې باب که نه ده سوې. ما په خپله مستقیما د دغه ځای څخه د قندهار د جنرال قونسل سره په دې رابطه د ویزو خبره کړې ده. هغه چې کم نقصانات زموږ په شرکتو کې و هغه نقصانات یې را په ګوته کړي دي، انشاءالله د هغو مخنیوی موږ کړی دی. د هغه سره په دا خوا بیا شرکتو کې هغه نیمګړتیا چې مخکې وه هغه نه ده راغلې. البته یوه موضوع چې پاته ده هغه دا ده چې باید چې د نیمروز ویزه عین د ایران د ایرات په قیامت سي.
دا موضوع ګوره تر ډیرو ارګانو پورې تعلق لري. یو هوایي مسله پکښې ده چې دا د هوانوردي وزارت پورې تعلق لري، زموږ خپل داخل. او بله موضوع دا ده چې خو نوګر سره کنسلګري د ایران ده، هغه ځانته جلا هیواد دی. نو چونکې یو موضوع حل چې تر ډیرو وزارتو پورې تعلق ولري او بیا تر خارج هیواد پورې تعلق ولري، د هغې حل څه وخت نیسي. نو بیا هم ولس ته موږ اطمینان ورکوو چې انشاءالله یو وخت به داسې راسي چې دا مشکل به سر تر پایه حل سوی یي. خو چونکې دا ډیر اوږده روابط دی چې یو وار په خپله د یو وزارت پورې مربوط کار نه یي او بیا راسن د خارج هیواد کار یي، د دې ټولو سره خبرې شریکول بیا پر یو شي باندې تفاهم کول خامخا به څه وخت ونیسي. خو انشاءالله موږ کښېنستلي نه یو، کوشش مو کړی دی، هم کوشش کوو چې دا مشکل حل سي. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده حقایق.